سرنوشت مهوش خواننده قدیمی چی شد؟ چرا میخواستن دستگیرش کنن؟ رازی که بعد از فوتش معلوم شد چی بود؟ مطالب عجیب و جالبی که در یک کتاب نوشت، از تجربیاتش در روابط جنسی و عاطفیش، کودکی سخت و شرایط زندگی خانم مهوش و علت فوت ایشون چی بود؟ در ادامه ویدیو خواهیم شنید. قبل از هر چیز ازتون سپاسگزارم به خاطر لایک این ویدیو. معصومه عزیزی بروجردی با نام هنری مهوش متولد زمستان 1299 شمسی در بروجرد لرستان بود. این هنرمند از خواننده های سبک کوچه بازاری بود. همچنین از چهره های مشهور کاباره های تهران. کودکیشو در بروجرد گذروند. با وجود فقر شدید به مدرسه رفت و در کلاس درس گاهی برای همکلاسی هاش یا در جشن های مدرسه آواز میخوند. 11 سالش بود که مادرش رو از دست داد. تو 13 سالگی او رو به همسری یک راننده کامیون درآوردن که اونو با خودش به تهران برد. مهوش میگفت احمد آقا هیچ وقت مثل پدرم منو زیر مشت و لگد نمی گرفت. مثل زن پدرم منو با دشنام و تشر نمی رنجوند. همه ی امید زندگیم بود. اما یه روزی رفت و دیگه نیومد. مهوش وقتی 15 ساله شد برای شرکت در فعالیت‌های هنری به شهر آبادان رفت و توی تئاتر معمولی مشغول به کار شد. بعد از مدتی با یک صدفان یکم که فامیلی شکوری بود آشنا شد و باهاش ازدواج کرد. ازدواجی که البته دوام زیادی نداشت و بعد از فقط 2 ماه به طلاق ختم شد. حاصل این زندگی کوتاه یه دختر جذاب به نام اشرفه که در زمان مرگ مهوش فقط 12 سال داشت. مهوش بعد از 1 سال از آبادان به تهران اومد. او در تهران به یک گروه پیوست و در مراسم عروسی موسیقی‌های شاد اجرا می‌کرد. در نتیجه مهوش در ابتدا در محافل و مجالس خصوصی و عروسی‌ها برنامه داشت. بعد یه مدت کوتاهی با یکی از مردای این گروه به نام حسنزاده ازدواج کرد. حسنزاده نوازنده ویولن بود و تا پایان عمر مهوش او رو در کافه های مختلف همراهی می کرد. حاصل این ازدواج پسری به نام خسرو بود. صدای خوش و رقص هنرمندانه مهوش و تصنیف های ساده و شعرهای همه فهم باعث معروف شدن و شهرتش شده بود. این شرایط پای مهوش رو به کاباره های معروف تهران هم باز کرد. بعد از کودتای 28 مرداد 1332، مهوش تو نخستین کاباره‌های مدرن تهران یعنی کافه جمشید روی صحنه رفت و بعد به موازات اون در باغ کاباره بهشت تهران هم کار می‌کرد. مهوش طرفدارای زیادی رو جذب کرده بود. افرادی که به داشمشتی یا جاهل‌ها معروف بودن به شدت او رو دوست داشتن. حتی بین اونها رقابت ایجاد می‌شد. بزرگترین دعوا تو کافه جمشید بین گروهی به نام 7 کچلون با دیگر اوباش بر سر مهوش اتفاق افتاد. بسیاری از ترانه های مهوش تا مدت ها سر زبون مردم ایران بود. هنوز هم گاهی اشاراتی به اونها رو میشنویم. مثل ترانه مادر شوهر دشمنته، آهنگ این دست کجه یا آهنگ معروف غلطه آی غلطه غلط قلوت غلطه. اینا آهنگ های مهوش بودن که خیلی هم معروف شدن. اولین موفقیت حرفه‌ای مهوش اجرای برنامه در رادیو تهران بود. توی روزهای یک شنبه ساعت 5:06 بعد از ظهر اون می اومد و اجرا می کرد. نخستین ترانه‌ای که در رادیو تهران خوند واویلا نام داشت. معصومه عزیزی توی همون اجرای اولش در رادیو اسم هنری مهوش رو انتخاب کرد. 25 روز بعد از این اجرا توی کافه آستارا شروع به خوانندگی کرد. این وضع تا 6 ماه ادامه داشت تا اینکه رئیس رادیو تهران تغییر کرد و قرار شد از همه خوانندگان رادیو امتحان بگیرن. مهوش توی امتحان خوانندگی شرکت نکرد و دیگه نتونست در رادیو تهران برنامه اجرا کنه. بنابراین به رادیو نیروی هوایی رفت و با خوندن ترانه های مینا نازداره، آهنگ گل بهرام، ساغر و پیمانه و مهوش جونم به تدریج کسب شهرت کرد و این ترانه هاش خیلی معروف شد. خانم مهوش مدتی بعد به هنرپیشگی در فیلم های اون زمان هم رو آورد و براش شهرتی در سطح کشور به ارمغان آورد. توی چند تا فیلم سینمایی هم علاوه بر رقص و خوانندگی بازی هم کرد. بعضی از کارگردان‌های سینمای اون زمان برای تضمین موفقیت فیلم‌هاشون حتما صحنه‌ای از رقص و آواز مهوش رو توی فیلم خودشون می‌آوردن.
مثلا عباس شباویز در آخرین سال زندگی مهوش 4 ترانه از او رو در یک فیلمش جای داد. آخرین فیلمی که مهوش توی اون به ایفای نقش و اجرای آواز پرداخت، فیلم مادر فداکار به کارگردانی و نویسندگی ابراهیم قادری بود. مهوش در زمان تولید همین فیلم فوت کرد و کارگردان مجبور شد با تغییر فیلمنامه مرگ مهوش رو هم وارد داستانش کنه. او یکی از نخستین زنان ایرانی بود که خاطرات خودش رو نوشت و در سال 1336 در تهران با نام راز کامیابی جنسی چاپ کرد. او در خرداد 1339 به دلیل انتشار این کتاب تحت پیگرد قضایی قرار گرفت. دلیل نگارش این کتاب رو به اشتراک گذاشتن تجربیاتش با خواننده های این کتاب می دونست و توش نوشته بود این مطالب چون حاصل یه عمر تجربه زنیه که با کمال سادگی و صداقت در اختیار شما می ذاره فوق‌العاده گرانبهاست. از شما ای خوانندگان عزیز انتظار دارم که به پاداش زحمت من به خاطر کامیابی ها و ناکامی های من، برای شکست ها و موفقیت های من و بالاخره به خاطر دل سوخته و دردمند من که آرزومند سعادت همه زنان و مردان جوان هست، این سطرهای این کتاب رو با دقت بخونید. او در این کتاب خودش رو مهوش رضایی فرد متولد پاریس معرفی کرده. مهوش در نیمه شب 26 دی ماه 1339 در حال رانندگی بود توی خیابون شاه تهران، با یه تاکسی تصادف کرد و متاسفانه بلافاصله توی همون حادثه کشته شد. تو این تصادف خود مهوش مقصر شناخته شد به دلیل سرعت زیاد و عدم رعایت حق تقدم. سال قبل این تصادف هم به دلیل تصادف با یک دختر تحت تعقیب قرار گرفته بود. انتشار خبر فوت مهوش تیراژ روزنامه ها رو به بیش از 120 هزار نسخه رسوند و رکورد جدیدی از فروش روزنامه ها در ایران اون زمان به جا موند. تو مراسم تشییع جنازه مهوش جمعیت عظیم و قابل توجهی از طرفدارانش حضور داشتن. حتی دیوارهای گلی ابن بابویه در اثر ازدحام جمعیت ترک برداشت. شاهدان عینی تعداد جمعیت رو بیش از 50,000 نفر اعلام کردند. روزنامه بامشاد درباره تجلیل فوق‌العاده مردم از مهوش نوشت: مهوش البته مجتهد جامع الشرایط نبود، زن هیچ یک از وکلا هم نبود، با هیچ یک از بزرگان هم نسبتی نداشت. از بام تا شام روی سجاده غلط نمی‌زد، بلکه برعکس می می‌خورد و می‌رقصید. ولی هرچه بود روی تارهای دل مردم می‌نواخت و قلب مردم را با همه هیجان و التهابش به سوی خود کشیده بود. برخلاف بسیاری از مردان علمی و فرهنگی و سیاسی که حرفشان را مردم نمی‌فهمند، هرچه می‌گفت مردم می‌فهمیدند. مهوش جوابگوی خواست مردمی بود که به دنبال آدمی می‌گشتند تا از او راست بشنوند. آرامگاه مهوش در گورستان ابن بابویه شهر ری واقع شده. پس از درگذشت مهوش معلوم شد که او بخش بسیار زیادی از درآمد خودش رو صرف نیکوکاری می کرده و هزینه ده‌ها کودک یتیم رو تقبل کرده بود. روح شاد و یادش گرامی. لطفاً شما عزیزان هم یک جمله در وصف بانو مهوش بنویسید. ازتون بسیار سپاسگزارم به خاطر لایک این ویدیو و همه محبت هاتون. مواظب خودتون باشید.